این داستان خواهر تنبل، خواهر پرکار. در روزگاران دور دو خواهر زندگی می‌کردند. هرچه خواهر کوچکتر پرکار و زرنگ بود، خواهر بزرگتر تنبل بود و بی‌آر. همه ی کارهای خونه رو خواهر کوچیکه انجام میداد. خواهر بزرگه دست به سیاه و سفید نمی‌زد. پاشو خواهر، سر ظهر همه ظرفا موندن، چقدر میخوای بخوابی؟ حالا امروزم تو بشور، فردا من میشورم. دیروزم همینو گفتی، کاری شده این که دراز بکشی یا یه جلم بدی؟ امروز خستم، حال ندارم، فکر کنم مریض شدم. ملافتم که سوراخ شده، پاشو لاقل ملافتو بدوزش. ببین اینجوری خیلی باله، از زیر ملافه هم میشه دیدهش. پاشو نخو سوزم بردارو، ملافتو بدوز. ملت خوشه، من کجا بلدم خیاطی کنم. پس بلنشو یه چیزی درست کن بخوری، منم میرم آب بیارم. ای بابا، تو که میدونی من آشپزی بلد نیستم. پس تو کی میخوای کاریات بگیری دختر؟ او وقت زیاده، شاید فردا شدم یه ماه دیگه، نمیدونم، بس بخوابم. وای خاک به سرم، حالا چی کار کنم؟ فکر کنم باید برم داخل چاه. ای بابا، پس این سطل کجاست؟ سلام آقا سوسکه، ببخشید شما میدونین سطل من کجاست؟ چیه؟ تو دیگه کی هستی؟ ببخشین سطلم توی چاه افتاده، اما پیداش نمی کنم. شما نمی دونین کجا؟ سطلت؟ فکر کنم اون پیرزنه برش داشته. کدوم پیرزنه؟ همون ننه مندیل. ننه مندیل؟ خونش کجاست؟ خب اگه به من کمک کنی تا این میبره ببرم خونه، جای ننه مندیل رو نشونت میدم. باشه، قبوله. شش برابر اندازه خودته، فکر کنم برات خیلی سنگین باشه آقا سوسکه. آله، ولی در عوض حسابی آبدار و خوشمزه. چرا یه میوه کوچیکتر بر نمیداری؟ یه میوه کوچیکتر؟ تازه اینم برای بچه هم کمه. مگه تو چند تا بچه داری؟ خب اینقدر نیستن، حدود 50 تا. چی؟ 50 تا بچه داری؟ خب 100 تا بودن، نصفشون وقتی دو تا بودن آب اومد و بردشون. آخه حالا چرا بچه هات نمیان بهت کمک کنن؟ خب چون خیلی کوچیکن، هنوز نمیتونم خوب راه برم. خیلی خوب، رسیدیم، اینجا خونه منه. پس برو پیش بچه ها. تو خیلی مهربانی دختر، همیشه تزار طول میکشه این میبره بیارم خونه. خواهش میکنم، حالا به هم میگی خونه ننه مندیل کجاست؟ البته همین را مستقیم بگی برو، به خونه ننه مندیل میرسی. ممنونم سوسکه سیاه، خدافظ. خدافظ. سلام آقا موشه، حالت چطوره؟ سلام، تو کی هستی؟ اینجا چه میکنی؟ من چی میخواستم؟ آقا موشه نترس، من دنبال سطلم میگردم، شما میدونید کجا میتونم پیداش کنم. حتما دست ننه مندیله. آره اتفاقا سوسکه هم همینه گفت، حالا از کجا باید برم پیداش کنم؟ خب ببین، من اینکم رو گم کردم، کمک کن تا پیداش کنیم، بعد من بهت کمک میکنم. باشه. حالا بهتر شد، دست در نکنه. ببین راست این دالونه میگیری به محوطه نسبتاً باز میرسی، اونجا یه کلمه هستش که کلمه این ننه مندیل. دست در نکنه، خدا حافظ.
توی چاه افتاده و گم شده. شما اونو ندیدی؟ چرا سطلت پیش منه، ولی تو اول باید 3 روز پیش من بمونی، بعد من سطل رو پس میدم. 3 روز اینجا بمونه؟ بله. باشه. بیا تو. خب برای این که سطلتو بهت بدم باید چند تا کار برام انجام بدی. آخه من خیلی دستن و پیرم. باشه، من کار کردن رو دوست دارم. حالا باید چی کار کنم؟ خب پس اولین کاری که میکنی اینه که خونه رو تمیز کنی. من 2 ساعت دیگه برمیگردم. چشم. که اون لباس هایی که اونجاست وصله کنی و تو بزنی. چشم. وای تمام لباس ها پارچه ها مرتبه رو روی چیده شدن. حالا تنها یه کار مونده که انجام بدی، اونم اینه که برای نهای چیزی درست کنی. چشم. شده میتونی بری. متشکرم. اما فکر کنم اشتباهی شده، این سطل من نیست، مال من خالی بود، این پر از طلاست. این جواهرات پاداش اون کارایی که واسه من کردی. ببینم تو این چند روزو کجا بودی؟ تو چا؟ با یه پیرزن مهربون آشنا شدم، اون این سطلو به من داد. چقدر جواهر، منم میخوام. آی سوسکس یا تو میدونی خونه پیرزنه کجاست؟ چی؟ خونه پیرزنه؟ کدوم پیرزنه؟ خب بابا همون پیرزنه دیگه، ننه مندیلو میگم. آه ننه مندیل، خب اگه کمک کنی تا من این میبره به خونم برسونم، منم بهت کمک میکنم خونشو پیدا کنی. بارو بابا من عجله دارم، چجوری به تو کمک کنم؟ خب حالا که عجله داری نمیتونی به من کمک کنی، باشه همین دارونو مستقیم بری به کلبه ننه مندیل میرسی. ببینم آقا موشه، خونه این ننه مندیل کجاست؟ آجی ببین میشه کمک کنی من عینکم رو پیدا کنم؟ آقا چشمم خوب نمیبینه. ای بابا حالا کی وقت داره عینک تو رو پیدا کنه؟ ها خب نکن. خب پس هست که تو میخوایی این یه شرط داره، باید 3 روز برام کار کنی. چی؟ 3 روز؟ مگه من کلفتم که 3 روز برات کار کنم؟ خب پس شرط من اینه، اگه نمیخوای میتونی بری؟ باشه باشه، عصبانی نشو، کارا رو بگو انجام میدم. خب شرط اول من اینه که خونه رو تمیز کنی، درست مثل دسته گل. چطوری خوب شدی؟ من استاد تمیز کردن خونم. خب چه ارز کنم، بهتر کار بعدی رو شروع کنی، اون لباس ها رو برا مرتب کن و وصله کن. ایوان چه کرده؟
بفرماینم از لباسات، همه اتو کشیده و وصل شده. حالا زودتر کار بعدی رو بگو. چی؟ کار بعدی لازم نکرده، همین کارا که برام کردی کافیه خانم. خانومم راست میگی؟ خب حالا که اینجوری سطلمو بده برم. باشه. بفرماینم سطل. سطل نازنینم توشم که پر از طلاس خدم بیزی. ببین، بدونی که خودتو تو زحمت بندازی میتونی یه سطل پر از طلا به دست بیاری. راست میگی؟ کو ببینم. مطمئنی این سطل و نن مندیل درست بهت داده؟ آره معلومه. وای خدای من، من از کجا بچه ها. اینم سزای آدم تنبل که بدون زحمت میخواد همه چیزو به دست بیاره.